جاناتان هیل، سیاستمداری که بریتانیا برای پیوستن به کمیسیون جدید اروپا معرفی کرده است، برای بار دوم جهت تایید صلاحیت در مقابل پارلمان اروپا حاضر شد. در دومین دور آقای هیل به سوالات نمایندگان در مورد پیشینه‌اش به عنوان سوداگر بانک‌های بریتانیایی پاسخ داد و گفت آنچه در گذشته کرده ارتباطی به آینده نخواهد داشت. به روشنی و سادگی بگویم، هیچ گونه تضاد منافعی وجود ندارد و من به هیچ وجه در این مورد در پی منافع مالی نیستم. من منافع اتحادیه اروپا را مد نظر دارم، نه یک کشور بخصوص یا یک نهاد مالی در یک کشور بخصوص. علی‌رغم اعتماد به نفسی که آقای هیل از خود نشان داد، برخی از نمایندگان پارلمان به او اعتماد ندارند. یک نماینده از حزب سبز ها گفت: تردیدهای ما در مورد سابقه آقای هیل به جای خود باقی است، زیرا در اظهاراتش شفافیت وجود نداشت. از اعلام نام مؤسسات مالی که برای آنها کار کرده بود تفره رفت و به نظر می رسد چیزهایی برای پنهان کردن دارد. جاناتان هیل از خود اعتماد به نفس بسیاری نشان داد. بار گذشته هم خوب عمل کرد، اما آنچه بار قبل گفت علت احضار مجدد او نیست، بلکه این است که او از حزب محافظه‌کار بریتانیا است، بنابراین احضار دوم دلیل سیاسی دارد. هنوز معلوم نیست آقای هیل از این بوته آزمایش موفق بیرون خواهد آمد یا نه.